اعتراض بگیرین. کوتا باز بعد از صحبت ما میتونی اعتراض کنیم، میبخشیم. کوتا صحبت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اخیرا رئیس جمهور افغانستان به شورای امنیت ملی دستور داد تا از تمام توانش استفاده کرده و دروازه هایی را که در گوشتی ولایت ننگرهار پاکستان ایجاد کرده بر بچینه. اما به نظر میرسه که پاکستان نه تنها به حرف رئیس جمهور افغانستان وقتی نمیگذاره که شورای امنیت ملی افغانستان را به رسمیت نمیشناسه، کشوری که مقامات ارشدش نزد پاکستانی ها دهان پراب باشه سرنوشتش به این روز میکشه. رئیس جمهور افغانستان به نظر میرسه که صلابت و هیبتش هم در برابر مردم افغانستان، هم در برابر نیروهای بین المللی و هم در برابر پاکستانی ها شکسته است. رئیس جمهوری که فرمان صادر میکنه که کمپانی های امنیتی لغو اعلام شوه، اما افراد زیر امرش امرش قبول نمیکنه. رئیس جمهوری که فرمان صادر میکنه که پول کلدار در جلال آباد، ننگرهار، این مناطق و پول تومان در ایراد، در فرا، در این مناطق مورد چلن نباشه، والیهایش امرش قبول نمیکنه. رئیس جمهوری که فرمان صادر میکنه که مقامات ارشد امنیتی و حکومتی ما با موترهای شیشه دودی گردش کرده نمیتونه، اما میبینیم که مقام ارشد حکومتش با موتر شیشه دودی، با موتر ضد گلوله، با ده ها سرباز میگرده و به رئیس جمهور نشان میده که تو آدمی نیستی که ما تو را پشیزی اهمیت بتم. آل چه باید کرد؟ آیا باید خاموش باشیم که هر روز رئیس جمهور فرمان صادر کنه و پاکستان وقتی نگذاره، یا باید کاری بکنیم؟ پیشنهاداتی دارم جناب آقای رئیس. باید با پاکستان مردم افغانستان را طرف بسازیم. طرف پاکستانی کسی بوده نمیتونه که از پاکستان پول میگیره. طرف پاکستان کسی میباشه که در برابر پاکستان ایستاده شده باشه. پیشنهاد ما به جناب شما ای است که پاکستان با مجلس افغانستان طرف شود. امروز با وزارت امور خارجه افغانستان دستور صادر شود از این مجلس که سفیر پاکستان فرا خوانده شود به وزارت امور خارجه، اعتراض مردم افغانستان برش گفته شود که در ظرف 24 ساعت اگر پاکستان دروازه ها را برداشت خوب، ورنه سفیر پاکستان از افغانستان اخراج و سفیر افغانستان از پاکستان فرا خوانده شود. دو، با ارگان های محل و وزارت امور داخله وظیفه سپرده شود، نه از جانب رئیس جمهور چون حرفش نمیشنوند، از جانب مجلس که حالا اینجا هم صلابت شکسته، به هر حال وظیفه سپرده شود که با او تعداد از والی هایی که پول کلدار در مناطقشان رایج است و پول تومان ایرانی در مناطقشان رایج است، اگر در ظرف یک هفته گردش پول کلدار و تومان را متوقف نکردند و کسانی که این کار را میکنند به چنگال قانون نسپردند، خود ای والی ها بر حکم خیانت ملی به دادگاه کشیده شوند و اونجاست که ما به نتیجه میرسیم. اگر چنین نشد، بعد خداوند راه را برای ما نشان داده، خدا هم رحم نخواهد کرد به سرنوشت ملتی که خودشان به سرنوشت خودشان رحم نکنن. تشکر. تشکر جناب باکتاشتر.